با سلام و احترام خدمت دوستان و عزیزان، آشنا و غریبه در سراسر دنیا. امروز این کلیپ یک کلیپ کاملا متفاوت خواهد بود. نتیجه گیری را آخر خواهم کرد و امیدوارم که مفید واقع بشه. روی صحبتم با مردهای دنیاست، با سردمدار حکومت هاست، با رئیس جمهور هاست، به سازمان ملل، با پادشاه هاست. ما نمیخوایم به تاریخ خیلی گذشته برگردیم، ما همین تاریخ معاصر میخوام صحبت کنیم. جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، اتفاقات بعد از اون، جنگ ویتنام، ژاپن، آفریقای جنوبی، آفریقا، کشورهای منطقه. بیایم قبول کنیم که این راهی که داریم میریم، این راه به ترکستانه، آخر عاقبتی نداره. وارد یه گودی شدیم، داریم میریم جلو. سازمان ملل به عنوان سازمان ملل به 5 تا کشور حق وتو داده. در یک مقطعی دادید، تموم شد. این چی ایجاد میکنه؟ چی ایجاد میکنه؟ غیر از اینکه یک سری ملت‌ها با تحقیر بشن. آقا 4 نفر رأی میدن، 4 تا ابرقدرت، هم یکی نه. ابرقدرت یعنی چی؟ ابرقدرت یعنی کسایی که بتونن دنیا رو درست کنن. چه کردیم با دنیا؟ کجاشو درست کردیم؟ هیچ جاشو. سال به سال، ماه به ماه، هفته به هفته، روز به روز خرابترش کردیم. الان بهتون میگم. اقتصاد دنیا ورشکست است. بعد از اون جریانی که اومد اینجای ثروت و سرمایه در بانک‌های عوض کردید، توش گیر کردید که توی کلیپ گفتم بانک‌های دنیا ورشکستند. پول چاپ کردید. هرچه پول مرتب در دنیا اومد پایین. اقتصاد دنیا ورشکست است. خودتون بهتر از من میدونید. بانک های آمریکا، بانک های فرق نمی کنه، همه ورشکستن. فقط الان دارن در اون نفسه آخر رو میکشن. این از اقتصاد دنیا. مسئله اجتماعی، چه کردیم برای اجتماعی دنیا؟ بنیاد خانواده در حد، باور کنید، از 100 زیر 10. فقط در بعضی از مناطق روستایی کشور اروپایی و آمریکا و از جا هستن بنیاد خانواده وجود نداره. اگر بود، 60-70% مردم اروپا، 60-70% مردم آمریکا به جایی که با زنشون زندگی کنن، با مردشون زندگی کنن، بچه داشته باشن، با سرگربه زندگی نمی کردن. این اند استثمار حیواناته. بعد میان دفاع میکنن به خاطر منافع یک عده خاصی که سال 400-500 میلیارد دلار میخوان مواد غذایی بفروشن، مواد غذایی به سرگربه، آرایشگاه درستن و امثال هم. این بنیاد خانواده. افسردگی. دوستان، من که حرفا رو میزنم 40 سال دارم دنیا رو میگردم، بالغ بر 70% دنیا رو گشتم، زیر پوست جامعه ها رفتم، تو جامعه جوامع زیادی بودم. اینا که بهتون میگم تجربه کردم. خدمت عرض میکنم. اپیدمی دنیا، چاقی، تنبلی مردم، فاجعه‌ای که این فاجعه‌ای که میخوام براتون بگم کمک کن به مسائل وحشتناکیست که در اتفاقات و خواهد هم داره میفته. بازی های گیم. کدوم بازی گیمی بازی درست هست؟ اخلاقی هست؟ رفتاری هست؟ کدوم یکیش؟ همشون بکش بکش و همشون اون چیزایی که نباید باشه هست، متاسفانه، حالا غیر از فیلم های دیگه. با محیط زیست چه کردیم؟ با محیط زیست چه کردیم؟ با سه سری منافع بیشتر، با کودهای شیمیایی تمام منابع زیرزمینی آب رو داغون کردیم، محیط زیست از بین بردیم. الان وجدانن مواد غذایی چقدر خواص خودشو داره به خاطر منافع بیشتر. چه کردیم؟ آیا میوه‌هایی و مزه قدیمی دارند؟ آیا همه چی دستکاری نکردیم؟ به خاطر چی؟ به کجا می‌خوایم بریم؟ نیاز به جنگ جهانی سوم نیست، همین‌ها نابود می‌کنن. امراضی که در دنیا الان هست، امراضی که در دنیا هست، فاصله که بین انسان‌ها ایجاد شده، تک تک شدن انسان‌ها. روانشناسی دنیا شکست خورده است. من 2 سال پیش در یه 2 سال مالزی در سمینار روانشناسی گفتم، قبول کردن همشون روانشناسی دنیا شکست خورده است.
تمام اخبار دنیا، تحلیل‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دنیا رو در دنیا 4 یا 5 روزنامه سردبیراشون می‌نویسن، بقیه ببخشید عذر می‌خوام نشخوار می‌کنند. همه تلویزیون از همونها می‌گیرند. چون تفکر از ما گرفتند. یه عده‌ای خاصی. ما این نیستیم. مصاحبه‌ای داشتم با چند از دانشمندای ژاپن. روز آخر که می‌خواستم برم من گفتن فلانی هزینه‌مو چقدر، گفتم هیچی. گفت جدی؟ گفتم آره. گفت چرا؟ دنبال چی هستی؟ گفتم دنبال این هستم که انسان‌ها برگردن به فطرت پاک خودشون. بذاریم انسان‌ها برگردن به فطرت پاک خودشون. خودتون با ما غرق میشید، فرق نمی‌کنه. فرانسه این روزا خیلی بود بحث است. هنوز کمز فرانسه با 400-500 هزار مسیحی که در لبنان هست، مجلس دستشه، تمام ارتش در همه دستشه. آیا توقع نداریم لبنانی هایی که 4-5 میلیون مسلمان توش هستند اعتراض داشته باشن؟ اما سرکوب میشن. خب تروریست به وجود میاد. انگلیس هنوز تو استرالیا حاکم انتخاب میکنه و خیلی کار دیگه. دیگه این دوره تموم شده است. بگذاریم، برگردیم. من نخواستم تاریخ فرانسه زیاد باز کنم. جنایت های انگلیس و کلیسا رو زیاد باز کنم. انکویزیسیون رو باز کنم. نخواستم وارد قصه بشم و نمیشم. گذشته گذشته است. حالا بیاییم. دنیا نیاز به یک شوک داره دوستان. حرفم اینجاست. تمامی حرفا رو زدم اینجا برگردم. دنیا نیاز به یک شوک داره. به این حرف من خواهید رسید. حالا نرسید 5 سال دیگه میرسید. نرسید. حداکثر تو 10 سال دیگه خواهید رسید. بیایم واقعا مردانه عمل کنیم. شجاعانه عمل کنیم. دنیا نیاز به آرامش داره. دنیا نیاز به آرامش داره. گمشده دنیا آرامشه. این راهایی که بریم همش راهی است به پیراهه. و داریم بیشتر غرق میشیم و توی این منجلاب و توی این گرداب فرو میریم. میریم پایین توی این مرداب. دوستان بیاین شهامت داشته باشید. قبول کنیم ورشکست کردیم. قبول کنیم اشتباه کردیم. و قبول کنیم دنیا رو داریم نابود میکنیم و خود باش نابود میشیم. بیایم مجالس قانونگذاری دنیا رو بدین دست زنها بالغ بر 50-60%. سازمان رو به دختیار زنها قرار بدیم. باور کنید آرامش به دنیا میاد. زن منشأ آرامشه. تاریخ وقتی میخونیم هر جا که زنها حاکم بودن اون کشور آرامش داشته. چون زن منشأ آرامشه. زن خالقه. زن به وجود آورنده است. من و تو که به وجود آورنده از یک زن هستیم چطور بتونیم واسه زن قانون گذاری بکنیم؟ در غرب مرد زنها رو لخت میکنه. در شرق مرد چادر سر زنها میکشه. بیایم قبول کنیم. این شوک دنیا به این شوک نیاز داره. بیایم اختیار قانون گذاری و سازمان را بدیم دست زنها. همین. موفق و معید باشید.